Arkadaşlar yeniden merhaba. Yine birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Bugünkü dersimiz, yeni dersimiz harika bir dil bilgisi. İsmi dönüşlü fiiller. Mesela ben hazırlanıyorum, sallanıyorum, sıkılıyorum. همین فعلا. دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون. درس جدیدمون یه گرامر خیلی خفنه به اسم دونوشلو فیلر، فعل‌های گردشی یا چرخشی. توی این درس ما این فعل‌ها رو یاد خواهیم گرفت، کاربردش رو هم بهتون خواهم گفت و براش مثال هم میزنیم. یکی از درس‌هایی که به شدت توی آزمون‌های تعیین سطح مهمه. پس با دقت گوش کنید که با دقت بریم جلو. خب دوستان درس جدیدمون یعنی درسیمیز یعنی دل بلگیمیز درس جدیدمون گرامر جدیدمون دونوشلو فیل. دونوشلو فیل نه دیمک. اول بگیم که منظورش از فعل دونوشلو چیه. بچه ها دقت کنید، دون یعنی به چرخ دیگه. الان من وایسادم، دوندم، چرخیدم، دونیورم، میچرخم، درسته؟ دونوش یعنی چرخیدن، بازگشتن، چرخیدن. دونوشلو فیل یعنی فعل بازگشتی، فعل چرخی گردشی. حالا منظورش چیه؟ توضیحش رو میخونیم با هم. من بیام این بر. میگه بیر جمله ده ایشی یاپان ایله ایشتن اتکیلنن این کشیسه بویله فیلره دونوشلو فیلر دنیر. خیلی توضیح خوبی داده. داره میگه توی یک جمله اگه کسی که کار رو انجام میده، یعنی چی؟ ما چی میگیم؟ فاعل. و ایشتن اتکیلنن یعنی کسی که از کار تأثیر میپذیره، یعنی کی؟ یعنی مفعول. میگه اگه فاعل و مفعول توی یک جمله این کشیسه یه نفر باشه، یعنی هم فاعل باشه هم مفعول باشه، بویله فیلره دونوشلو فیلر دنیر. به اینجور فعلهای فعلهای گردشی یا دونوشلو فیل میگه. حالا منظورش چیه بچه ها؟ دقت کردید چی گفتیم؟ این ایشی یاپان یعنی کسی که کار رو انجام میده، همون فاعل. ایشتن اتکیلنن کسی که از کار تأثیر میپذیره، یعنی مفعول. خب بچه ها بیاید اول مثالاشو ببینیم، بعد حالا برمیگردیم با هم دیگه یاد میگیریم. میگه سوگی ایش گروشمسی چین کندینه هازورلیو. سوگی خانوم برای ایش گروشمسی، ایش گروشمسی یعنی جلسه کاری، یعنی میرین مصاحبه برای اینکه استخدام شین، اونو میگه دیگه. گروشمه یعنی ملاقات، ایش یعنی کار، ملاقات کاری. میگه برای ملاقات کاری کندینه هازورلیو، خودشو آماده میکنه. ببینید چی آماده میکنه؟ سوگی آماده میکنه. چی آماده میکنه؟ خودشو، یعنی لباس میپوشه، آرایش میکنه، هر چیزی. حالا این دونوشلو نیستا، فعل معمولیه دیگه. هازورلیو آماده میکنه. چی آماده میکنه؟ خودشو. اما دومی همین جمله رو ببینید چطوری نوشته. سوگی ایش گروشمسی چین برای ملاقات کاری هازورلانیور، یعنی به جای کندینه هازورلیو این بار گفت هازورلانیور. هازورلانیور این هازورلانماک یعنی چی؟ یعنی آماده شدن، خودم آماده میشم. مثلا به شما میگم هازورلان یعنی آماده شو، یعنی خودتو آماده کن. اوکی؟ بریم بعدی. سرحات اوکولدان باشاریلا مزون اولونجا کندینه اوودو. میگه سرحات، آقا سرحات، وقتی که از مدرسه با موفقیت فارغ التحصیل شد، این جای آخرش یعنی وقتی که از مدرسه با موفقیت فارغ التحصیل شد کندینه اوودو، خودشو تعریف کرد، از خودش تعریف تمجید کرد. اوکی؟ حالا سرحات اوکولدان باشاریلا مزون اولونجا، تا همینجا یکی جمله ها، به جای کندینه اوودو خودشو تعریف تمجید کرد. چی گفته؟ اووندو، یعنی از خودش تعریف تمجید کرد. ما چون تو فارسی فعل گردشی دونوشلو نداریم، باز مجبوریم تو معنی هم بگیم از خودش تعریف کرد. ولی این اووندو، این یعنی این که خود این فعل میگه خودشو از خودش تعریف تمجید کرد. خب
مثال بعدی. Bir ay sonra kendilerini yeni evlerine taşıyacaklar. ببینید جمله چقدر عجیب غریب به نظر میاد. میگه یک ماه بعد خودشون رو به خونه جدیدشون حمل میکنن. یک ماه بعد خودشون رو به خونه جدیدشون حمل میکنن. حالا جمله بعدی تا اینجا که یکیه دیگه، درسته؟ Bir ay sonra yeni evlerine، این kendilerine حذف شده، yeni evlerine taşınacaklar. Taşınacaklar. به جای taşıyacaklar میگه taşınacaklar. یعنی هم فاعل خودشه هم مفعول خودشه. حالا دوستان من چند تا مثال دیگه هم اینجا براتون میزنم. پس ببینید فعل hazırla یعنی آماده کن. وقتی که میخوایم فعل hazırla رو تبدیل کنیم به دونشلو چیکار میکنیم؟ فیل آرتن نه، این ای آخرش، این ای آخرش موقعی میاد که کلمه آخرش بی صدا باشه. الان مثال میزنم براتون. مثلا اینجا میگیم hazırlan. اوکی؟ حالا فعل بعدیمون چی بود؟ övmek. بذارید با سبز بنویسم. öv یعنی چی؟ یعنی تعریف کن، تمجید کن. خب حالا وقتی میخوام نه بیارم که بشه از خودت تعریف کن، اینجوری میشه دیگه، övn خونده نمیشه، پس مجبورم یه حرف صدادار بیارم. ö رو داخل پرانتز نوشته، میدونید دیگه، اینو کل درسامون ما اینجوری جلو رفتیم. این ö یعنی ای، ö، او و ü. اوکی؟ اینجا کدوم به دردمون میخوره؟ چون این اوه مجبوریم بگیم اوون. او یعنی تعریف کن، تمجید کن، میگیم از کی تعریف کنم. اما اوون یعنی از خودت تعریف کن. خودش از خودش رو، از خودت رو داره. اینجا hazırlan چی آماده کنم؟ hazırla اگه نه نداشته باشه چی آماده کنم؟ اما hazırlan یعنی خودت رو آماده کن. فعل بعدیمون taşı. taşı یعنی حمل کن. مثلا میگیم çantasını taşıdım، کیفش رو حمل کردم. taşıyorum حمل میکنم. taşımak یعنی حمل کردن. حالا من موقعی که نه میارم آخرش taşın یعنی این بار خودتو حمل کن، جا به جا شو. اوکی شد؟ پس کاربرد فعل گردشی یا دونشلو فیل اینه که فاعل و مفعول رو تو جمله یکی میکنه. یه مثال دیگه براتون میزنم. سالا یعنی چی؟ سالا یعنی تاب بده، تکون بده. مثلا وقتی یکی که نشسته رو تاب و ما هولش میدیم میگیم اونو سالیورم، اون رو دارم هول میدم، تکون میدم. اوکی؟ حالا میگم کندیمی سالیورم، خودم رو دارم هول میدم. به جای اینکه بگم کندیمی سالیورم چی میام میگم؟ دونشلو میکنم، میگم سالان، فعلشین میشه سالان. بعد میگم سالانیورم یعنی چی؟ یعنی خودم رو تاب میدم. تا اینجا اوکی؟ پس مثالایی که زده بود همش برای این نه اولی بود دیگه. این بخش دوم که ا میگیره، حالا مثالای بعدیمون بیشتر براتون میگم. خب بچه ها، موقعی که ما یک فعل رو تبدیل کردیم به دونشلو، یعنی نه آوردیم آخرش، حالا با این حرفای صدادار یا بدون اونها، وقتی نه آوردیم بقیه کارا همونه. یعنی میخوام منفی کنم، چیکار میکنم؟ او منفیش میشه اومه، اوون منفیش چی میشه؟ اوونمه، درسته؟ hazırlanma. اوکی؟ taşınma. sallanma. اوکی؟ پس منفی کردنشون یکیه. بعدم که
زمان میگیرن. هازرلانیورم، هازرلانیوسون، هازرلانیو، هازرلاندی، هازرلاناجاک، هازرلاناجام. اوکی، شخص و زمانش هم بعدش میاد، یعنی یه فعل عادیه دیگه، بعد اینکه نه اومد هیچ فرقی نداره. تنها فرقش اینه که داره میگه خودش رو، یعنی فاعل تو جمله هر کی باشه مفعولم همون میشه، هیچ فرقی نداره. خب دوستان بیایم این نوت رو بخونیم ببینیم چی میگه. میگه دونوشلو فیل دعا اولایلاری چین کلانلده زمان جمله کندی کندینه اولما انلامی ورر. میگه موقعی که راجع به اتفاقات طبیعی، مثل چی؟ مثل رودخونه، بارون باریدن، زلزله اومدن، اتفاقایی که طبیعت رقم میزنه. خب میگه اگه برای اونا از فعل دونوشلو گردشی استفاده کنیم چه معنی میده؟ نمیتونیم بگیم که مثلا مثالی که زده ببینید، köyümüzdeki derenin suyu yaz mevsimlerinde çekilir. خب معنیش چیه این جمله؟ میگه آب رودخونه‌ای که توی روستامون هست آبش تو فصلهای تابستون میاد پایین، کم میشه. خب حالا چک یعنی بکش دیگه، یعنی آبشو میکشه، درسته؟ حالا داره میگه اینجا ما نمیتونیم بگیم رودخونه خودش رو داره میکشه، درسته؟ یا نمیتونیم بگیم خورشید داره خودش رو میتابونه. اینجا چی میگیم؟ چطوری معنی میکنیم؟ میگیم کندی کندینه اولما، یعنی به خودی خود اتفاق افتادن، به خودی خود اتفاق افتادن. حالا منظورش چیه به خودی خود اتفاق افتادن؟ ببینید این جمله اینجوری باید معنی کنیم: köyümüzdeki derenin suyu yaz mevsimlerinde çekilir. میگیم دره یعنی دره، یعنی همون رودخونه یه جورایی. خب میگه رودخونه ای که توی روستامون هست تو فصلای تابستون آبش خود به خود کم میشه، درسته؟ این خود به خود مد نظر. حالا دوستان اینو دقت کنید، تا اینجا همه مثالایی که زدین با نه گرفتن آخرش، با نه گرفتن تبدیل به دونوشلو فیل شدن. عده‌ای از فعل ها با او گرفتن تبدیل به دونوشلو میشن. اون او نیستا بچه ها، او اینه، این آخرش له هست، له، درسته؟ با له گرفتن تبدیل به دونوشلو میشه. حالا چطوری؟ مثلا فعل همینجا، همین جمله‌ای که خوندیم چی بود؟ چک، یعنی بکش، درسته؟ چک، بکش. خب حالا من میخوام بگم خودتو بکش، چطوری بگم خودتو بکش؟ آه مثلا خودتو بکش کنار، چطوری میگیم تو ترکی خودتو بکش کنار؟ میگیم چکیل، یه ل میارم، چون ا داره مجبورم حرف صداداری استفاده کنم که مناسب ا باشه، یعنی ای استفاده میکنم، چکیل، درسته؟ چکیل. حالا این چکیل یعنی چی؟ یعنی برو خودتو بکش کنار. این بار میگیم خودتو بکش کنار، این یعنی بکش، بکش، اما این یعنی خودتو بکش. اوکی شد؟ حالا مثالایی که برامون زده هم خیلی راهگشاست. ببینید چی نوشته. میگه آشادکی جمله‌لری örneklerdeki gibi tekrar yazalım، یعنی اینا رو تبدیلش کنیم به دونوشلو فیل. ببینید آیسون ساعتلردir آینه karşısında kendini süslüyor. میگه ساعت هاست آیسون خانم، ساعت هاست جلوی آینه، آینه karşısında kendini süslüyor، خودشو آرایش میکنه. süslemek یعنی آرایش کردن. حالا من برای اینکه اینو دونوشلو کنم اولا باید خودشو حذف شه دیگه از جمله، درسته؟ باید خودشو حذف بشه، یه خط میزنم روش. süslüyor فعلم چی بود؟ süsle بود دیگه، süsle تبدیل شده süslüyor. süsle وقتی میخواد دونوشلو بشه باید چیکار کنم؟ نه بیارم، میشه süslen، süslen. حالا süslen بعد یور میارم، süsleniyor، درست شد؟ süsleniyor یعنی چی؟ خودش آرایش میکنه دیگه، لازم نیست کندینی رو من جدا بنویسم، جمله همونه، فقط کندینی هضم میشه،
فعلمون میشه süsleniyor. süsleniyor. بعدی çocuk kendini arabanın arkasına sakladı. بچه خودش رو پشت ماشین قایم کرد. حالا من میخوام این خودش رو حذف بشه، یعنی دونشلو بشه. چطوری باید بگم؟ اولا کندنی که حذف میشه از جمله. چوجوک آرابانن آرکاسنا فعلم چی بوده؟ ساکلا یعنی قایم کن. ساکلا یعنی قایم کن. اینجا می‌نویسم ساکلا قایم کن. میخوام دونشلو بشه، بعد چیکار کنم؟ بعد نه بیارم. ساکلان. حالا زمانش کی بود؟ دو یعنی گذشته. همین دو رو میاریم اینجا. ساکلاندی. خودشو قایم کرد. چوجوک آرابانن آرکاسینا ساکلاندی. بچه پشت ماشین قایم شد. اوکی؟ بریم بعدی. گökçe یارن که یولجولوک ایچین کندینی هازیرلیو. خب این که چون هازیرلیو فعل تکراریه بالا خوندیم راحته. میگه خانم گökçe برای مسافرت فردا خودشو حاضر میکنه، خودشو آماده میکنه. من میام چیکار میکنم؟ میگم گökçe یارن که یولجولوک ایچین کندینی هزم میشه، هازیرلیو چه میشه؟ هازیرلا میشه هازیرلان. بعد یور میارم، یعنی اینجوری میسم هازیرلا نه میاریم، هازیرلان هازیرلانیور، داره آماده میشه، خودش آماده میکنه. آرکاداشیمی بکلرکن ویترینلره باکاراک کندیمی اویالادیم. کندیمی اویالادیم میگه موقعی که منتظر دوستم بودم با نگاه کردم به ویترینا خودم رو سرگرم کردم. اویالاماک یعنی سرگرم کردن، تلف کردن وقت. خب حالا این داره میگه خودم رو سرگرم کردم، خودم رو مثلا مشغول کاری کردم. من میخوام این خودم رو تو همین اویالادیم باشه. پس میام کندیمی رو حذف میکنم. فعل چیه؟ اویالا. دم آخرش شخص و زمانه دیگه. اینجا مینویسم، اینجا بنویسیم اویالا. خب بعد چیکار کنم دونشلوشه؟ نه بیارم. اویالان. حالا شخص و زمانش چیه؟ دم، یعنی من در گذشته. منم دم رو میارم. اویالاندم. آرکاداشیمی بکلرکن ویترینلره باکاراک کندیمی هز شد اویالاندم. اوکی؟ بریم بعدی. چمبرلیتاش هاماموندکی توریستلر کندیلرینی گوزلجه کسلدیلر. کسلدیلر. خب میگه توریستای توی حمام چمبرلیتاش. اینجا حمام از حمام ترکیه. هر موقع تو ترکیه حمام شنیدید، حمام یعنی حمام ترکیه. میگه توریستای توی حمام ترکیه چمبرلیتاش، اینم اسم خاصه دیگه، خودشون رو به خوبی کیسه کشیدن. کسلدیلر یعنی کیسه کشیدن. اوکی؟ خب خودشون رو باید حذف بشه از جمله. گوزلجه فعل چیه اینجا؟ کسله دی لر شخص و زمانه دیگه. پس اینجا می‌نویسم کسله رو. کسله یعنی کیسه بکش. حالا به کی معلوم نیست. کسله. بعد باید چی کار کنم دونشلوشه؟ باید نه بیارم دیگه. کسلن. کسلن حالا شخص و زمان. دیلر. کسلن دیلر یعنی خودشون رو کیسه کشید. بریم مثال بعدیمون. چی میگه؟ کندیمیزی گونشین زرارلی ایشیلنارندن کورومک ایچین گونش کرمی سورملیز. میگه خودمون رو برای کورومک حفظ کردن، برای حفظ کردن، بذارید علامت بزنم، ایچین برای کورومک حفظ کردن، برای حفظ کردن خودمون از اشعه های اشن یعنی اشعه، از اشعه ها نورهای ضررلی مضر خورشید، برای حفظ کردن خودمون از نورهای مضر خورشید گونش کرمی سورملیز، باید کرم ضد آفتاب بزنیم. گونش کرمی یعنی کرم ضد آفتاب. خب
حالا ما میخوایم چی بگیم تو این جمله؟ میخوایم بگیم به جای اینکه بگیم خودمون رو محافظت کردن، بگیم همین کروماک رو تبدیل کنیم به محافظت کردن از خودمون. چطوری میگیم؟ اول این کندمیزی باید حذف بشه، درسته؟ خب güneşin zararlı ışınlarından korumak için این korumak رو اینجوری میگیم. koru که خود فعله، نمیارم korun، بعد ماک مصدری korun mak için krem sürmeliyiz، güneş kremi sürmeliyiz. پس اینجوری شد güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremi sürmeliyiz. 7. Meltem kendini sınava çok iyi hazırlamış. Bacha dige çon sade est. Fakat red mişem kendini hazmişe. Hazırlamış çi mişe? Hazırlanmış. Meltem sınava çok iyi hazırlanmış. Yani ye ne inca miyad? Aha ne miyad inca? Doktor biraz kilo vermeniz lazım. Bunun için kendinizi dengeli beslemelisiniz. dedi. میگه دکتر اینو گفت. دکتر اینو گفت. چی گفت؟ این جمله. دکتر چی گفته؟ بیراز کیلو برمینیز لازم. لازمه یکم وزن کم کنید. لازمه باید یکم وزن کم کنید. بونون ایچین برای این، یعنی برای وزن کم کردن، کندینیزی دنگلی بسلملیسینیز. خودتون رو مناسب متعادل باید تغذیه کنید. اوکی؟ خودتون رو باید متعادل تغذیه کنید. ما میخواییم این خودتون رو حذف بشه. میام کندینیزی حذف میشه. دنگلی بسلملی. بچه فعل چیه؟ بسله. درسته؟ بسله یه نمیاد آخرش. بسلن ملیسینیز دیدی. خیلی ساده. بسلن ملیسینیز. 9. کپک دورمدن کندینی کاشیو. کپک دورمدن یعنی بدون توقف، دور یعنی وایسا، دورمدن بدون توقف کندینی کاشیو خودشو میخاره. سگ بدون توقف خودشو میخاره. کاشماک یعنی خاروندن. حالا ما میخوایم این کندینی حذف بشه دیگه. کندینی حذف میشه، کاشیو چی میشه؟ کاشه فعلمون یعنی بخارون. کاشه نمیاد، کاشنه یار. اوکی شد؟ بذارید نشو با رنگ دیگه بنویسم. کاشنیو. خیلی ساده. کپک دورمدن کاشنیو. یعنی خودشو میخارونه. و آخری. سنافدن کتو پوان آلنجا محمد کندینی اوه کپاتو. سنافدن کتو پوان آلنجا محمد کندینی اوه کپاتو. میگه موقعی که، یا موقعی که معنی میکنیم یا به دلیل اینکه. به دلیل اینکه موقعی که از امتحان نمره بدی گرفت، محمد یعنی همون محمد خودشو به خونه حبس کرد. خودشو تو خونه حبس کرد. ما میخوایم خودشو حذف بشه. خودشو رو حذف میکنیم. محمد اوه کپادو. کپا یعنی ببند دیگه. فعلمون کپاه. بعد دو شخص زمانشه. درسته؟ یعنی علامت گذشته. حالا کپا چطوری دونشلو میشه؟ میشه؟ کپان. کپا خود فعله، نمیاد. کپان بعد زمانش کپاند. چطوری میخونیم؟ سنافدان کتو پوان آلنجا محمد اوه کپاند. یعنی خودشو تو خونه حبس کرد. دوستان مثال هایی که کتابمون زده بود بیشتر برای فعل هایی که با نه، با حرف نه تبدیل میشم به دونشلو فیل. درسته؟ اینو پاک میکنم. خب این له ها بچه ها بازم تاکید میکنم. بیشتر مثالایی زده که با حرف نه تبدیل به دونشلو میشن. توی درس های بعدیمون همراه با تمرینات ما فعل هایی رو برای شما مثال میزنیم که هم با نه منفی میشن، از طرفی فعل های دیگه رو مثال میزنیم که با حرف له منفی میشن. یه دونه زده بود دیگه، چک. چک میشه چکیل. چک میشه چکیل. خب دوستان امیدوارم براتون مفید بوده باشه. درس دونشلو فیل یکی از درساییه که به شدت سوال خیزه. توی آزمون تومر، آزمون های تنسطح ترکی حتما حتما از این مبحث
سوال خواهید داشت. من سعی کردم آسون و روان بهتون یاد بدم. توی جلسات بعد بیشتر هم تمرین خواهیم کرد. او زمانا کادار کسا بی استراحت یاپن بیسان را که دست داری میزده گروش میکوزره کندنیزه چوکی باکن.